برای براسی این خبر همکارم بابک اسحاقی از اطلافی با ماست بابک بیشتر از تو بشنویم واکنش ها به این تصمیم دوباره در سوئد چه بوده؟ به نظر میاد که این روند به یک ترند در سوئد تبدیل شده و سوزاندن کتاب های مقدس ادیان یعنی مختلف رواج پیدا کرده و یک موج تازه ای هست اما در اسرائیل بر این باورند که حداقل قسمت بزرگی از این مسئله ربطی به یهود ستیزی و یا حتی اسرائیل ستیزی نداره و همانطوری که گفتم یک موجی هستش که در سوئد ادامه پیدا کرده و رشد کرده آنها میگویند که امکان داره که یکی از دلایل اون واکنش ها به یک دیگر باشه یعنی واکنش به قرآن سوزی ممکن استش که التهابی در مسلمانان به وجود بیاره و اونها هم بخواهند دست به قرآن سوزی بزنن و از جای دیگه یکی دیگر از دلایل جلب توجه افکار عمومی به هر مسئله ای هستش همانطوری که در این بار هم دیدیم این خانمی که میخواهد قرآن را بسوزاند گفته هستش که برای حقوق کودکان و توجه دنیا به حقوق کودکان این کار را میکنه در هر صورت اسرائیل بسیار از اینکه دولت سوئد این روند و این موج را پشتیبانی میکنه و به اونها این اجازه را میده به عنوان آزادی بیان بسیار خشمگین هستش برای دومین بار در دو هفته گذشته هستش که پلیس سوئد این بار به یک خانم اجازه داده تا در مقابل سفارت اسرائیل در استکهلم تظاهرات بکنه و یک کتاب تورات را به عنوان بخشی از این اعتراض به آتش بکشه این خانم یک زن پنجاه ساله هستش که قرار هستش که تورات را با فندک بسوزانه تا گفته خودش حقوق کودک در سوئد را که به گفته او بارها نقض میشه به ظهور برسونه و نشون بده دیروز تلاش هایی برای صحبت با این خانم انجام شد تا او را متقاعد بکنن که این ایده را رها بکنه اما موفقیت آمیز نبود و او برای این عمل پافشاری میکنه اوایل دیروز هم اولاف کریستس نخست وزیر سوئد نسبت به افزایش تقاضا برای مجوز برای چنین تظاهراتی که در اونها کتاب مقدس سعدیان را به آتش میکشد به نگ... ابراز نگرانی کرد و گفت که او بسیار نگران عواقب آن است که اگر این حد که حرمت به قرآن بیشتر بشه خشم فضاینده مسلمانان را به دنبال خواهد داشت از جای دیگر الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل هم با همتای سوئدی خودش در مورد تهدید به سوزاندن کتاب تورات گفتگو کرد کوهن در بیانیه که بعد از این گفتگو به رسانه ها داد نوشت که از تهدید اضافی برای سوزاندن تورات در سوئد شوکه شده و او گفتش که با گفت گفتگوهایی که به انجام رسونده این مسئله را به خوبی روشن کرده که سوزاندن کتاب را اسرائیل بسیار جدی میگیره و در صورت تحقق این تهدیدات این حوادث میتواند در روابط کشور دو کشور آسیب جدی برسونه سفیر اسرائیل در استکهلم نوشت که شدیدا سوزاندن کتاب مقدس تورات را محکوم میکنه و امیدوار هستش که این اقدام شرماور را سوئد از اون جلوگیری بکنه او گفت باید راهی برای جلوگیری از تکرار این تحریکات بیفایده پیدا کرد دو هفته پیش هم احمد آلوش ساکن سوئد تهدید به سوزاندن کتاب تورات کرده بود در مقابل سفارت اسرائیل اما وقتی که به اونجا اومد کتاب تورات را نسوزانید و گفتش که فقط برای جلب توجه به اینکه اجازه سوزاندن کتاب قرآن را سوئد داده این کار را کرده و این یک گردهمایی، گرده های نمادین برای آزادی بیان هست حدود یک ماه پیش پس از اینکه پلیس سوئد اجازه سوزاندن قرآن در مقابل یک مسجد را داده بود جهان اسلام خشمگین شد و این خشم از هر دو طرف همچنان ادامه داره ممنونم بابک با توضیح با با از توضیحات بابا بابک اسحاقی از تلاویف با ما